بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله فرمایشات حضرت صادق علیه السلام با توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودند. قرائت قرآن. البته بعضی ها می گویند که منتسب به حضرت صادق نیست و دیگران از خودشان نوشتند و حالان که بزرگانی مثل شهید دوم و خیلی های دیگر تأیید کردند که تمام متن این کتاب از فرمایشات حضرت صادق است. جزء دلائلی که می آورند که این کتاب مال حضرت صادق نیست این است که می گویند چون بر حسب مذاق صوفیه نوشته شده است. یعنی اینها اول می گویند هرچه صوفیه می گویند بد است، امام نگفته است. بنابراین چون در این کتاب چیزهای آمده که صوفیه هم می گویند، بنابراین امام آن را نگفته است. این یک عناد در بررسی و تحقیق است، ولی به هر جهت این کتابی است که بزرگان هم از فقها و هم از عرفا قبولش دارند که مورد بحث فعلی ماست. فعلا موضوع قرائت قرآن است. می فرماید قال صادق علیه السلام من قرأت القرآن ولم یجمع لله ولم یرق قلبه ولم ینشأ حزنا و وجلا فی سره فقد استهان بعظمت شأن الله تعالی و خیر خسرانا مبینا. فقاری القرآن یحتج الى ثلاثه اشیاء: قلب خاضع و بدن فارغ و موضع حال. فاذا خشع له قلبه فرد من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا تفرغ نفسه من الاسباب و تجرد قلبه لقراءته فلا یعترضه عارض و یحرمه برکت و نور القرآن و فوائده. و اذا اتخذ مجلسا خالیا و اعتز من الخلق بعد ان اتل بالخصلتین خضوع القلب و فراغ البدن و استعلد روحه و سره بالله عز و جل حلاوتا مخاطبه الله تعالی عبادت خالصی و علم علت لطفه بهم و مقام اختصاصه و لهم به فنون کرامتهی و اداف و اشاراتهی و ازا شرب کأسن من هازه المشه لا یختار علا ذالک الحلال حلالا ولا علا ذالک الوقت فقطعات یؤثر علا کل طاعت و عبادتهی لأن فیه المناجات مع الرب بلا واسطه. انظر کیف تفرقه و کتاب ربک و منشوره و ولایتک و کیف تجیب و اوامرهی و تجیب و نواهیه و کیف تمثیل حدود و انهو کتاب عزیز لا تعطیه باطل من بین یده
ولا سن خلقه تنزیل و بنهج حکم همین فرتل ها تزدین ها وقف این وعده و وعده و تفکر فی امثاله و موازعه و احضر ان قطع من اقامته که حرفه و ازاعت حدوده. فرماید قرائت قرآن در بین کتاب‌های آسمانی تورات و انجیل و اوستا تنها کتابی است که از هر گونه دخل و تصرفی مسئول مانده است. مصطفی را وعده داد الطاف حق که بمیری تو نمیرد این سبب. من کتاب و دینت حافظم، بیش و کم کن را از آن من رافظم. خداوند وعده کرد که این کتاب همیشه باشد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بنابراین ما مسلمانان وقتی آیات قرآن را میخوانیم قهرن در ذهن ما این حالت پیش می آید که این همین عباراتی که داریم می خوانیم. یک وقتی خداوند به پیغمبر گفت. این هم برای ما یک حالت تقدس و تیممونی دارد. این معنا که اگر هم همون وقت نگوییم یا با توجه نکنیم ولی در ذهن ما هست و در ذهن هر مسلمانی هست که گرچه قرآن از لب پیغمبر است هر که گوید حق نگفته او کافر است. یک روزگار خداوند این عبارات را به پیامبرش فرمود و پیامبرش هم همان عبارات را به ما گفته، مثل یادگار عزیزی که همیشه به خوبی نگه می دارن. قرآن هم عزیزترین کتاب یادگاری است که از خداوند و از پیغمبر داریم. باید قدرش را بدانید و از این گذشته یک حالت معنوی و عرفانی هم از قرائت قرآن برای ما دست می دهد. غیر از آن این قرآن را به منزله قانون اساسی اسلامی است که پیغمبر در رأسش بوده است و تاریخ خواندید که از وعاظ هم شنیدید که پیغمبر چطور به دنیا آمد، چطور زندگی کرد، چه سختی ها و مرارت ها کشید و چقدر دشمنی ها برایش کردند، در حالتی که به صور ظاهر نه پول داشت، نه پارتی، نه کسانی که قدرتمند باشند. ولی این عبارت برایش بس بود که حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا برای ما بس است، بهترین وکیل است. پیغمبر با این وضعیت، با این برنامه جلو آمد و جامعه را تشکیل داد و برای بشریت نمونه است. مدینه فاضله‌ای که البته خزهای هم در آن هست ولی جامعه ای بود که ما همه آرزو میکنیم آنطور جامعه داشته باشیم. همه چیز هم به دستش رسید، پول در اختیارش بود، قدرت در اختیارش بود، همه چیز را به دست آورد. برنامه های کارش چه بود؟ بشر امروز از هر قماشی باخر میخواهد جلو برود. اقلا یکی از این چیزها را میخواهد به دست بیاورد. پیامبر اکرم نه پول داشت، نه زور داشت، نه پارتی داشت، نه قدرت داشت، ولی همه را به دست آورد. بشر امروز در کار دنیا حتما دنبال یکی از این چیزهاست
یا پول یا زور یا قدرت. انسان نگاه کنه آن کسی که به صورت ظاهر هیچ چیز نداشت، همه چیز به دست آورد. برنامه کارش چه بود؟ برنامه کارش بر این اساس بود. یک جهت این که شاید مستشرقین چه در اروپا و آمریکا همه جا اخیراً توجه به قرآن و قرآن شناسی کردن و به قول خودشان قرآن شناس در بین آنها زیاد پیدا شده. همین است که می خواهند ببینند که در این کتاب چیست که به همه چیز می پردازد. کتاب روانشناسی اجتماعی است، جامعه شناسی اجتماعی، اقتصاد هم در آن هست. پس ما یک وقت قرآن میخوانی به قصد این که یادمان میآید که این کلام خدا که پیامبر به ما گفته است. پیامبر میگوید خداوند این طور به من گفت و من به شماها میگویم. یک وقت هم میخوانی که در همین زندگانیمون چیزی بفهم، یعنی آن را مثل کتاب درسی مطالعه میکنی. چون خداوند قرآن را نازل کرده که ما هر بهره مشروعی که میتوانیم از آن بگیریم، که البته در رأس این بهره ها بهره معنوی است. در وقتی که محو میشویم و یادمان میآید که این را که میخوانیم چه کسی اولین بار گفته است، میفرماید کسی که قرآن بخواند و قلبش برای خداوند خاضع نشود و رقت قلب پیدا نکند و یک حالت هیجان و حزن از آن چرا ما با این گوش نمیدهیم. حزن از این که آن روزی که پیغمبر این را فرمود ما نبودیم، در دلش پیدا نشد. این شخص عظمت خدا را نفهمد. و جل یک نحو ترس و اضطراب است که نمونهش در قرآن آمده که می‌فرماید وقتی فرشته‌ای که مأمور بود آمدن خدمت حضرت ابراهیم و به ایشان بشارت فرزند داد، حضرت ابراهیم اول حالت درس و ترس و نگرانی داشت. وقتی با ایشان غذا آورد دید اینها دست دراز نمی کنند غذا بخورند، ولی آنها نخوردند، حضرت ترسید، گفت اینها کیستند؟ دشمنند؟ چون در واقع در نزد عرب این یک توهین است که مهمان بیاید و دست به غذا نبرد. بعداً آنها گفتند را تا جل و جل و اضطراب نداشته باش، این نام بشرک به غلام علی. در اینجا می‌فرماید این حالت قلب انسان باید در حال تپش بود. قرائت قرآن یک قلب خاضع می‌خواهد که دل اشخاص برای خداوند سجده کند و در دل عظمت خدا را آنقدر ببیند که خودش را نبیند. حتی حقارت خودش را هم در برابر خداوند نبیند. بدنش فارغ باشد، یعنی لباس تنگ و لباس ناراحت نپوشیده باشد که بدن او را اذیت کند که هرچه روحش میخواهد بالا برود عروج کند. ناراحتی بدن مانع شود. فکرش، حواسش را جمع کند و در جای نشیند که سر و صدا نباشد. هر کدامش یک جهتی دارد. وقتی قلب در مقابل خداوند خاشع باشد، شیطان فرار میکند.
برای اینکه شیطان در برابر خداوند خاضع نشد، خداوند به او گفت برو. اینجا جای تکبر نیست. این از که خدا فرموده وقتی قرآن میخوانی فاستعذ بالله، اول اعوذ بالله بگویید. وقتی هم نفسش بدنش از این چیزهای مزاحم آسوده بود، دیگر ناراحتی نیست. هیچ چیز مانع نمی شود که از معانی قرآن بهره ببرد. وقتی که جای خلوت باشد، آن وقت دو تا شرط اولیه حاضر. وقتی قرآن می خواند توجه به عبارات و معنایش هم بکنه، و وقتی خودش را مخاطب آن عبارت می داند، وقتی خداوند می گوید قل هو الله احد، بگو خداوند واحد است، به کار دارد می گوید. اول که به پیغمبر ما گفت، ولی حالا که ما می گوییم قل، من گفته او را برای خودم تکرار میکنم. به من میگوید قل، بگو. لذت مخاطبه با خداوند را درک میکنه. میفرماید وقتی که چنین شرابی به او دادم، دیگر هیچ چیز را برای این برتر نمیدانم. عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. پس خودش را مخاطب خطاب خداوند بداند، خودش را مخاطب قول احساس کند. برای اینکه در اخبار و احادیث هم آمده که وقتی خداوند در قرآن امر می کند، همان وقت اجرا کن. مثلا در آیه سجده که در آخری سوره علق است، خداوند دستور میدهد که این کار را بکن، یعنی سجده کن، و این را به خدا نزدیک شد و باید سجده کرد. وقتی میگوید قل هو الله احد، بعد از قل هو الله احد را توجه کن. خداوند گفته بگو هو الله احد، چشم، هو الله احد. برای اینکه به این معانی هم بهتر توجه کنی، فرموده رتل القرآن ترتیلا، قرآن را با آهنگ و منظم بخوانید. البته مسلما آواز خوب است، آوازی است که در واقع به همان صدایی که پیامبر فرموده نزدیک است. میگویند حضرت سجاد قرآن که میخواندند، مثلا اگر جایی بودند که کوچه‌ای در آن پایین بود، هر که از آن کوچه رد میشد و صدا را میشنید، بی اختیار مدتی میایستاد و گوش میداد. بدیهی است ما هم اگر قرآن را بتوانیم به آن قرائتی که عرب دارد بخوانی بهتر است. ولی اینطور نیست که بعضی ها میگویند اگر حمد و سرعت درست قرائت نشود، نوازد اصلا غلط است. نه، اقوام مختلف لهجه های متفاوت دارند. مثلا هموطنان ارمنی ما لهجه خاصی دارند. حال اگر با شما حرفی بزنن یا چیزی بگوین، آیا به آنها میگوید اول برید قرائتتان را درست کنید بعد بیایید، یا گوش میدهید؟ این تازه ما انسانها اینطور هستیم، ولی خداوند که همه زبانها مال اوست. کسی قرآن به عجمی میخوان، پیامبر شاید برای اینکه در نظر آنها که عربن یا به طور کلی از اهمیت قرآن کاسته نشود، فرمودن فرشتگان این را میگویند با آهنگ عربی به آسمان. منظور این که خداوند به نیت خواننده نگاه میکنه. بلال مؤذن
حبشی بود، عرب نبود، با لهجه عربی صحبت کنند یا قرآن و نماز بخوانند. بعد هم چون در وقتی که غلام ابو سفیان بود و مدح پیغمبر را میگفت و یا احد احد میگفت، نوک زبانش را هم قیچی کرد و نمیتوانست اصولا خوب صحبت کند، الکن شده بود و ازاله مؤذن پیغمبر بود و تا پیغمبر حیات داشت بلال مؤذن بود و بعد از رحلت پیغمبر هم به شام رفت و هر جا خلیفه اصرار کرد که بیا، گفت من دیگر بعد از محمد صلی الله علیه و آله نمیتوانم اذان بگویم. او با الکنی و لهجه حبشی اذان میگفت، ولی اذانی میگفت که همه خواستارش بودن. پیغمبر وقتی خیلی در عالم خلصه و جذبه بود، ولی باید به عالم اداره مملکت برگردد، میگفت کلمنی یا حمیرا. حمیرا هم لقب دوستانه بود که حضرت نسبت به عایشه استعمال میکرد. میگفت یا حمیرا با من صحبت کن برای اینکه از آن بالا بیایم پایین و با شما باشم. وقتی هم به کارهای دنیاوی و اداره حکومت خستشان میکردن، به خستگی بدن میفرمودن چون باقی مرک ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته از بدنم. حضرت میفرمودن ارحنی یا بلا، به همان بلال که اذانش و قرائتش نبود میفرمودن اذان بگو. بلال چیزی بگو که من با آن حالتی که باید برم. در قرائت قرآن و همچنین در قرائت نماز بحث شده که اگر کسی قرآن را بخواند یا نماز را بخواند با همان قرائتی که پیغمبر و ائمه می‌خواندند، یعنی قرائت عرب، مسلماً خیلی بهتر است. ولی این شرط قبولی نماز نیست. شرط قبولی نماز و قرائت قرآن در دل است. هر وقت از دل نماز خواندی صاحب دل میشه. میگویند در زمان عمر به او گفتند که ایرانی ها عربی نمیدانند، چگونه نماز بخوانند؟ جواب داده شد از طرف علی آنکه به فارسی بخوانند تا بعدا عربی را یاد بگیرند، چون عربی زبان پیغمبر تفضلا بهتر. انشاءالله خداوند توفیق عنایت کنه که ما این دستورات رو درست عمل کنیم.